ترافل موز و کارامل، شکر 3 قاشق غذاخوری سرپر، پودر کستر 2 قاشق غذاخوری سرخالی، مغز گردو 7-8 عدد، کیک ساده کوچک 3 عدد، موز 4 عدد، شیر 0.5 لیتر. در برنامه امروز از دلت کوکی استفاده میکنم به خاطر طعم، رنگ و شکل جالبش برای درست کردن ترافل. اما امروز میخواییم براتون ترافل موز رو درست کنیم که خودتون از ما خواسته بودید، که خیلی متفاوت تره با ترافل توت فرنگی. وقتی ترافل درست میکنیم یه کاسه انقدیش برای 10 نفر آدمه، برای 4 نفر آدم نیست. و فراموش نکنید اینم بگم، هم چون ممکنه یادم بره آخر برنامه حتما میگم، وقتی میخواین ترافل بکشین باید از بالا تا پایین ترافل رو بکشین، اینطور نیست که فقط روش بردارین، یعنی قاشقتون باید به انتها برسه و از پایین تا بالا رو جمع کنه بیاره، و برای هر نفر شاید 1 تا 2 قاشق غذاخوری کافی باشه. کارو شروع میکنیم. اینجا یه تابه گذاشتم گرم شده چون میخوام کارامل درست کنم، یه تابه هم گذاشتم چون میخوام کستر درست کنم. این ترافل کستر داره. حالا اول شکر رو میریزم، یه بخش از شکر رو اینجا میریزم. میخوایم کارامل درست کنیم، چیزی که باعث میشه این کارامل خوشمزه بشه دنت کوکیه، که حالا توضیح میدم روش. دنت کوکی مزهش خاصه به خاطر اینکه در واقع 80% شیر رو با نوعی بیسکویت به نام کوکی درست کردن، یعنی یه دسریه که توش بیسکویت کوکی داره، برای همین خیلی خوشمزه است. کوکی یه بیسکویت خیلی قدیمیه، توضیح بدم کوکی چیه. کوکی یه بیسکویت خیلی قدیمیه به خاطر طعم و عطرش معروفه، برای همین دنت اومده اونو با 80% شیر مخلوط کرده و ازش یه دسر خیلی خوشمزه درست کرده که کارایی زیادی داره به عنوان یه مکمل برای درست کردن دسرهای مهم مثل ترافل. حالا شکر باید ذوب بشه. تو این فاصله میام چی کار میکنم تا اون اتفاق، البته یادتون باشه که وقتی این بر هستم و کستر درست کردم همش باید حواسم باشه که تون تون کستر رو هم بزنم. ما اولین طبقه ای که ببینید، یه چیز جالب میخوام بهتون نشون بدم. اولین طبقه ای که میریزم موزه تو این ظرف. خب برای همین موزی که انتخاب میکنم و خوب نگاه کنین، دوربین به شما نشون میده این موزه، ببینین ارزون ترین نوع موزه برای ترافل انتخاب میکنم، ارزون ترین، برای همین خوردش میکنین. یعنی یه سری تو وقتی وارد میوه فروشی میشین، اگه من 4 تا موز دارم ممکنه بعضیا فکر کنن خب دسر گرونیه، ولی اینطوری نیست، چون شما میتونین کیک ارزون انتخاب بکنین، چون کیک آماده میخوام بریزم، چون مواد در واقع این دسر اینقدر خوشمزه است که وقتی بغل هم دیگه قرار میگیره از مواد ارزون میتونیم چیزای خوشمزه درست کنیم، به خصوص برای 10 نفر با این مقدار. موزایی که انتخاب کردیم موزای داغونی هن و تقریبا میشه گفت بعضی اصلا اونا استفاده میکنن، ولی برای دسر عالیه، چرا استفاده نکنیم. این از موز. حالا اینجا رو نگاه کنیم، هیچ وقت با فاصله زیاد کستر رو تنها نذارین، باید هم بخوره، هم شکر حل میشه توش هم کستر تنه میگیره. حالا این تو رو نگاه کنین که کارامل داره چه شکلی میشه. دنتا رو آماده میکنم، گردوامو میزنم توی کارامل، میندازم اینجا، میزنم توی کارامل، میندازم اینجا، از روی آتیش برش میدارم تا حرارت بیشتر از اندازه سیاهش نکنه. من این گردوها رو باید تزئین این تو میندازم. آخر سر روی ترافل رو میخوام با گردوی کاراملی تزیین کنم. گردوی کاراملی چی کار میکنه؟ وقتی جویدن، وقتی که شما دارید میجوینش، در واقع خیلی خوشمزه تر میکنه روی دسر رو. میبینید چه شکلی شد؟ حتما همش نباید قوطه بر در کارامل باشه. سریعتر بعد اینا رو در بیارم چون میترسم کسترم هم ته بگیره، برای همین اینا رو در میارم تون تون. کسترم داره گیره، اما هنوز وقت دارم. دوباره برمیگردیم اینجا.
حالا دوباره کسته رو هم میزنیم. حالا اینجا رو خوب ببینید. میخواییم یک کارامل خیلی خوشمزه و متفاوت درست کنیم. پس کوکی رو با کارامل ذوب شده حل میکنیم. در واقع سرخش میکنیم. خیلی طعم عجیب و جالب و متفاوت و خوشمزه میگیره. کاملا متفاوت و خوشمزه. حالا مایه اصلی ترافلم آماده است. این مایه اصلی ترافل منه که با این همش میزنم. نگاه کنید. میبینی این داره با شکر میشه. این مرحله خطرناکیه. برای اینکه خیلی حرارت بالاست. باید خیلی مواظب باشین که نپره روی دست یا صورتتون. و بچه ها هم نزدیکتون نباشن. این دقیقاً همون چیزیه که ما میخواییم. بذاریم بجوشه بازم. حالا اینجا کسترم آماده شد. خاموشش میکنم. خوب همش میزنم تا ته نگیره. وقتم هم خیلی کمه. حالا اینجا رو نگاه کنیم. خوب که همش زدیم میریزیمش روی موز. خوب دقت کنیم. این تیکه مهمه. این مهمترین مرحله کارمونه. اضافه کردن کوکی و کارامل به موزا. مرحله بعد کیکان. کیکای ساده آماده. اگه خودتون دوست داشتین خودتون درست کنی، اما من میخوام سریعتر آماده کنم دسرمو. حالا ببینین چی کار میکنیم. روی کوکی، در واقع روی کوکی و کاراملی که درست کردیم و موزا کیک میچینیم. این شکلی تا داغه. نباید بذاریم سرچه، باید داغ این کارو بکنیم. تمام خوشمزگیش به همین کارهایی که انجام میدیم. این یه دیوار است برای اینکه کوکی کاراملی با کستر قاطی نشن. خب حالا این یکی رو برای اینکه بتونم محافظش رو بپوشونم خورد میکنم و فشارش میدم تا کستر سفت نشده. باید بقیهش رو انتقال بدیم. حالا وقت انتقال کستره. این مرحله هم خوب نگاه کنین. میبینین؟ این رنگ زیبای زرد رنگ و عطر فوق‌العاده کستر رو میریزم. خوب نگاه کنین چی کار میکنم. وقتی سفت میشه خیلی شکل جالبی میگیره و خودشو میگیره که شما تو پایان میبینین، چون من اینجا ازتون خداحافظی میکنم و شما پایانشو خودتون میبینین. وقتی که آماده شد و سفت شد و خودتون هم تو خونه همین کارا رو کردین، خیلی لذت میبرین از اینکه یه دسر این شکلی درست کردید. اینم از گردوهای کاراملی. حتما گردو رو کاراملی کنین و بذارید. اگه تو آجر فروشی هم دیدین میتونید از آماده هاش استفاده کنین. باز همه مهمتر این که شما ترافل انقدر خوب یاد گرفتین با این سرعت. خیلی شلوغش نمی کنم. بسه. برنامه امروزمون تموم شد.